صرافان ولایت هرات به دلیل تصمیم رئیس جمهور آمریکا در مورد ذخایر ارزی افغانستان دست به اعتراض زدند. آنان بر این باورند که این تصمیم ظالمانه بوده و آمریکا حق ندارد که پولهای مردم افغانستان را سرقت کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در فرمان بخشی از پولهای مسدود شده افغانستان را به بازماندگان حادثه 11 سپتامبر واگذار کرد و بخشی دیگر را به سازمانهای کمک کننده به مردم افغانستان داد. حالا این فرمان او با عکس العمل‌های زیاد مواجه شده است. میگویند که حادثه 11 سپتامبر هیچ ارتباطی با مردم افغانستان ندارد و بخشیدن این پول به بازماندگان آن حادثه نوع سرقت است. بهاءالدین رحیمی رئیس اتحادیه صرافان هرات به خبرگزاری وطن 24 گفت که این تصمیم رئیس جمهور آمریکا به ضرر مردم افغانستان میباشد. وی علاوه کرد که با اجرای شدن این فرمان سیستم اقتصادی افغانستان با خطر سقوط مواجه خواهد شد. مربوط برای افغانستان نمیشه و حادثه 11 سپتامبر یک حادثه است که او به ملت افغانستان به فرد افغانستان ارتباط نمیگیره، چون عاملین حادثه 11 سپتامبر هیچ کدام تبعه افغانستان نبودند. به مو اساس همچنین فیصله به ضرر ملت افغانستان بوده و ذخایر ارزی افغانستان اگر حیف میل بشه افغانستان یا سیستم اقتصادی افغانستان به فروپاشی مواجه میشه که این در شرایط کنونی نفع ملت افغانستان نخواهد بود. این گفته ها در حال مطرح می شود که صرافان در تمام کشور خواهان آزادسازی کامل ذخایر ارزی افغانستان هستند. شماری بر این باورند که این اقدام رئیس جمهور آمریکا نقض کامل حقوق بشری است. جای تعجب است، یا دنیا ما را مسخره می کنند یا خودشان مسخره می کنند. یک کسی که خرب سرمنشی یا سرمنبع حقوق بشر میدانه، همیشه داد از حقوق بشر زدن و بیشترین کشورهای اسلامی را پایمال کرده و لغتمال کردن به خاطر بهانه حقوق بشر. آیا ما مگر بشر نیستیم؟ با این حال حضور به ساله آمریکا در افغانستان هم سوال برانگیز است. یکی از صرافان میگوید که حضور آمریکا در افغانستان غیر از خونریزی و جنگ ارمغان دیگری نداشت. حالا آمریکا میخواهد خون شهیدان ما را پایمال کند. آمریکا با 20 سال و افغانستان غیر از اشغال و دربدری دیگه چیز به ما نیاورد. هزاران جوان ما را شهید کرد، هزاران طفل ما را بی پدر کرد، هزاران خواهر بی شوهر کرد. حالی هم زده که این پول از کس نیه، این پول از شهیدان ما نه، این پول از فقیر و بیچاره یک مسدود کرده. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی، آمریکا نزدیک به 10 میلیارد دلار از ذخایر مالی افغانستان را مسدود کرد. حالا با گذشت 6 ماه می‌خواهد به بهانه غرامت به بازماندگان حادثه 11 سپتامبر این پول‌ها را سرقت کند. تصمیمی که به باور خیلی‌ها ناعادلانه و ظالمانه است.